مسئول یک نهاد خصوصی کتابخانه آمی را در کابل افتتاح کرده میگوید که حکومت امارات اسلامی در زمینه تحصیل همه اقشار توجه جدی نمایند. از سوی هم مسئولان امارات اسلامی گفتند که رهبری حکومت امارات اسلامی در تلاش برای زمینه سازی برای باز شدن مراکز تحصیلی با معیارهای اسلامی دارند. افتتاح کتابخانه آمی ثبات ملی، مسئولان این نهاد خصوصی میگویند که یگانه راه پیشرفت تعلیم و تحصیل است. به گفته آنان کشور افغانستان نیاز شدید به آگاهی دارند. ضیاءالحق مرخل مسئول نهاد ثبات ملی در این برنامه از حکومت امارات اسلامی خواست که برای همه اقشار جامعه زمینه فراگیری تعلیم و تحصیل را فراهم نماید. نن کلا کلا منگران دیدین اولو چه وسم په افغانستان کې قومي موضوعات ته ځینی دوستان لمنه وهي، سمتی ته لمنه وهي، ژبني ته لمنه وهي. نو مون د هر څه نه باید کتاب ډیر ولولو، که اسلامي کتابونه مو ولوستل درنو مشرانو ځوانانو، باوری مچ دین منگ تا دی تعصب پوڑا دی بانی دیر یو غط پیغام لری بیا با منگ تعصب نکو. در همین حال آلمان دین نیز از اهمیت تحصیل و مطالعه به جوانان خبر داده، میگویند یگانه راه عبور از مشکلات جامعه بسته به تحصیل و تعلیم است. آلمان دینی نیز خواهان با شدن مراکز آموزشی بر روی همه اقشار بر اساس نظام اسلامی شده، میگویند خانواده های آموزش دیده می توانند شهرهای متمدن را بازسازی کنند. ملت ما در نتیجه جنگ های گوناگون، در نتیجه اشغال ها، از این نعمت دور مانده بودند. در همین رابطه شاه حسین مرتضوی یک از فعالان سیاسی میگوید توسعه سیاسی و اجتماعی بدون توسعه علمی امکان پذیر نیست. وی گفت کوشش شود که فرهنگ کتابخانی را از حاشیه به متن آورده شود. و گفته مرتضوی در طول تاریخ افغانستان کمترین مصرف برای کتاب شده است که عامل بسیاری از مشکلات جامعه امروزی می باشد. و نسل ما، کشور ما ضرورت دارد تا صاحب آگاهی و دانایی شود و با حضور در کتابخانه از گذشته خود، از تاریخ خود، از فرهنگ خود، از دین خود و از تمام ارزش های خود آگاهی پیدا کنه. از سوی هم عبدالحق حماد رئیس منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید اسلام برای همه اقشار زمینه های فراگیری علم را گسترانیده است و شرایط فراگیری را امارت اسلامی به زودی فراهم خواهد کرد. و ای گفت وقت آبادی کشور است و آبادی با کتاب و مطالعه امکان پذیر است. چی منگو تاسو مطالعه تا مخکرو اهمیتی لطول ټول انسانانو ته واضح دی، لیکن په دې باندې کار کول پکار دی چې څنګه موږ د مطالعې کلتور دود کړو، څنګه موږ وکولای شو چې په خلکو کې د مطالعې او د لیکو لوست ذوق زیات کړو. گفتنی است که در تازه ترین اقدام امارت اسلامی برای سهولت تحصیل جوانان در دانشگاه های خصوصی 4% مالیه انتفاعی روبوار پانتون ها، مدارس و مکاتب خصوصی برای سال 1402 معاف گردیده است. مصطفی شهریار، تلویزیون استقلال، کابل.